امروز میخوام که 10 گروه از بهترین های امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شما معرفی بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی افراد متعددی بیان کرده، گفته اینها از جمله بهترین های این امت هستند. خودت فکر کن تو از جمله کدام یکی از این بهترین ها هستی. اگر واقعا یکی از این گروه ها باشی، از این بهترین ها هستی که قابل افتخار هستی، باید خودت الله تبارک به تعالی را سپاسگزاری بکنه که الحمدلله منم از جمله همین 10 گروه هستم. یعنی 10 تا از بهترین های امت رسول الله را میخوام خدمتتون معرفی بکنم. اول پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که قرآن را یاد بگیره و برای دیگران تعلیم بده از جمله بهترین های این امت است. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. کسی که قرآن را میآموزد و برای دیگران تعلیمش میدهد از جمله بهترین های این امت است. یعنی بهترین انسان است، خوبترین انسان است. هم قرآن یاد گرفته هم برای دیگران تعلیم میده. حالا تعلیم قرآن از طریق آنلاین باشه، تفسیر باشه، به اصطلاح متن معنای قرآن باشه، تجوید قرآن باشه، هر نوعی از تعلیم قرآن را شامل میشه. این اولین گروه از جمله بهترین های امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوم پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسانی هستند که خوش اخلاق ترین باشند. خیارکم احسنکم اخلاقا یا اخلاقا. از جمله بهترین های شما کسانی هستند که به اصطلاح خوش اخلاق ترین باشند. یعنی در برابر افراد جامعه، در برابر خانواده، در برابر همه مردم. همیشه لب پرخنده دارد، جبین باز دارد، عفو و گذشت دارد، تسامح و آسانگیری دارد، انسان صادق و امینی است. آدم با اخلاق. یه از جمله بهترین هاست. سوم پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسی است که با همسرش، خانوادهش خوب باشد. خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی. از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که با همسرش، خانوادهش رفتار خوب داشته باشد. متاسفانه بسیار از مردم ما میبینی با همه مردم خوب است اما با خانوادهش زشت است. یعنی در بیرون وقتی او را میبینن فکر میکنن که فرشته است، ولی زمانی که داخل خانه میای نظام خانواده رو تبدیل به جهنم کرده. حالا هر کسی که باشه، مسفید باشه، پدر باشه، مادر باشه یا اعضای دیگر خانواده باشه، در حالی که اسلام میگه بهترین شما کسانی هستند که با خانوادهش رفتار خوب دارن، یعنی با همسرش اخلاق و رفتار تعامل خوبی داشته باشه. چهارم پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که من اطعم الطعام و رد السلام. یعنی کسایی که طعام میدهند برای دیگران، یعنی سخاوتمندی دارن، سفره دارن، مهمان نوازی دارن و پاسخ سلام مردم را به خوبی میدهند. ما در جامعه افرادی داریم که متاسفانه وقتی گوش سلام میکنی حتی حاضر به علیک سلامتان نیست، ولی اسلام میگوید که از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که سخاوتمندی دارن و پاسخ سلام دیگران را به خوبی میدن. یعنی از جمله بهترین ها هستن. و پنجم پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمان این خیلی مهمه، از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که الله اکبر، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیرکم من یرجی خیرو. کسانی که مردم به خیر و خوبیش امیدوار هستن و از شر و بدیش در امان هستن. یعنی آنقدر انسان خوبی هست که هر کسی ازش به اصطلاح احساس خیر داره، نیت خیر داره. یعنی هر کسی امیدوار بود، امیدوار است به خیر و خوبی انسان. اگر سرمایه داره مثلا به سرمایهش امیدوار هستن که انسان سخی است، نفعش برای دیگران میرسه. اگر علم داره به علمش امیدوار هستن که منفعتش برای دیگران. اگر به قدرت است به قدرتش امیدوار هستن. یعنی از جمله بهترین های این امت کسانی هستند که به اصطلاح مردم خیر و خوبیش امید دارن و از شر و بدیش در امان هستن. یعنی هیچ نوعی بدیش برای دیگران نمیرسد.